در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی بیمار به پزشک مراجعه میکنه تجویز دارو به صورت الکترونیکی انجام میشه. کشورهای مختلف با کنار زدن فرایندهای قدیمی به استفاده از تحولات دیجیتالی در مراقبت‌های بهداشتی روی آوردن. مثلا در نیجریه نخستین داروخانه الکترونیکی راه اندازی شده و امارات هم برای کاهش اشتباهات پزشکی از نسخه های الکترونیکی استفاده می کنه. از 1 ژانویه 2022 صدور نسخه های الکترونیکی در کالیفرنیای آمریکا و آلمان هم الزامی میشه. اما در ایران با ورود بیمه ها در سال گذشته تو کرمان صورت آزمایشی اجرا شد. استان مازندران شهر بابلسر بود، یکی در استان خراسان شهر چناران. اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی طبق قانون سال 98 کلید خورد. چه تامین اجتماعی چه بیمه سلامت رفتیم به سمت دفترچه الکترونیکی حرکت کردیم. پذیرش صرفا نسخ الکترونیکی هم در قوانین بودجه سال 99 و 1400 به تصویب رسید. بودجه 1400 سازمان‌های بیمه‌گر وجاهت نداره پرداخت نسخه کاغذی، لذا مؤسسات باید خودشون رو با این وفق بدن. در ادامه درخواست استمهال برای اجرای نشدن طرح مطرح شد. آقای وزیر بهداشت یه نامه ای رو به آقای رئیس جمهور فرستادن و درخواست کردن که مهلت اجرای 100% اون موضوع 6 ماه به تعویق بیفته. اما رئیس جمهور بر لزوم اجرای طرح تاکید کرد و سرانجام نسخه نویسی الکترونیکی در نظام سلامت کشور آغاز شد. بحث نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک که خودش بخشی از در واقع پرونده الکترونیک سلامته جز الزامات قانونیه. از اول دی ماه این کار اجباری بوده، توی تمام مراکز ماه این کار شروع شده. هرچند گام نخست اجرا با نارسایی هایی همراه شد. به خاطر مسئله آیتی هر از گاهی مشکلاتی هست. اکثر دکتر غلط نیستن، غلط می نویسن. آره خدا رو اشتباه می زنم. اکثرا همون کاغذیه، یعنی خود داروخونه باید وارد سیستم کنه. اما مستندات حکایت از بهبود در فرایند اجرای طرح داشتند. 29 استان خوشبختانه بالای 90% نسخشون به صورت تمام الکترونیک وارد سامانه نسخه الکترونیک شده. وزارت بهداشت هم از مرتفع شدن زود هنگام مشکلات خبر داد. 90-95% تا پایان سال جاری ما نسخه نویسی الکترونیک رو به طور کامل نهادینه شده در نظام سلامت کشور خواهیم داشت. طبیعیه که هر طرح کلانی با مشکلات و موانعی مواجه باشه. مهم تلاش برای شناسایی و برطرف کردن اونهاست. فرزانه زرخم، خبرگزاری صدا و سیما.